ای بخارا شاد باش و دیر زی. در این برنامه به دیدن ارگ میریم، ساخته بزرگ مانند دژ که یادگاری از آغاز و پایان دوران رویایی بخارا. در این آفتاب چشم سوز پایان تابستان بخارا چشممون به دژ بخارا یا ارگ بخارا روشن که یک شهرک کوچیکی هست برای خودش. میگن دیوارهای مختلفی داشته، در نهایت یک مجموعه بسیار عظیم و بزرگی که شب هم با چراغ نورانیش میکنن. ولی داستان این ارگ و دژ بسیار جالبه، ربط پیدا میکنه به شاهنامه ما. در شاهنامه فردوسی که تاریخ سینه به سینه ایران پیش از اسلامه، آمده که در یکی از جنگ‌های ایران و توران کیکاووس به جای رستم دستان، شاهزاده زیباروی جوان و فرزند بی تجربه خودش سیاوش رو به جنگ میفرسته. وقتی لشکر به لب مرز توران یا لب جیهون میرسه، افراسیاب از بیم مرگ به جای جنگ دست دوستی به سیاوش میده، حتی دست دخترش فرنگیس رو در دست او میذاره و دعوتش میکنه به زندگی در توران. سیاوش هم قبول کرده، جلای وطن میکنه و مانند مهاجران امروز وقتی از میهن بیرون و به اون خاک موعود میرسه، میبینه که وعده کجا و واقعیت کجا. مردم بخارا اینجا افسانه‌ای رو درباره سیاوش ارگ و افراسیاب دارند که در شاهنامه نوشته نشده. افراسیاب میگه یک شرط برات میذارم و اون اینه که به اندازه پوست یک شکاری تو برای من قصری رو بسازی. و چون چنین چیز غیر ممکن بوده، سیاوش زرنگی میکنه، پوست رو تکه تکه میکنه و پخش میکنه در این محوطه‌ای که میبینید و قصر رو میسازه. اما در دربار افراسیاب ورق برمیگرده. دسیسه درباریان و پیشبینی ستاره شماران باعث میشه افراسیاب نسبت به سیاوش بدبین شده و دستور قتلش رو بده و سیاوش مظلومانه کشته میشه. و به یاد این فاجعه سالیانه در ایران باستان مراسم سوگ سیاوش یا کین سیاوش برگزار میشه، یه جور عزاداری نمایشی و خیابانی که از دید بعضی اسطوره‌شناسان بعد از اسلام نمادهای از اون در تعزیه و سینه‌زنی ادامه پیدا میکنه. حتی در ایران نوعی لاله وجود داره به نام اشک سیاوش که گویند یادگار چکیدن خون گردن سیاوش به خاک. و میگن در زمانهای گذشته زرتشتیان هر نوروز به ارگ می اومدن، جشنی می گرفتن و آهنگی رو می خوندن در غم سیاوش، سوگ سیاوش رو اینجا برگزار می کردن. این داستان این دژ، ولی خب سالها گذشته، هزاران سال شاید، و ما میریم به دیدن داستانهای دیگر این ارگ. در این درگاه ورودی که روزی عصرها رد می شدن، یک تاق خالی هست، یک تاقچه رو می بینیم که خیلی داستان جالبی داره. گویا در قدیم در دوور این تاقچه سربازها ایستاده بودن و خیلی از آدم ها می آمدن و به یاد سیاوش اینجا شمع می زاشتن که یادش زنده بمونه. می گفتن اینجا جای سیاوشه که خالیه و او رو سیاوش ولی میدونستن، یعنی جزوی از اولیا، براش احترام قائل بودن. سیاوش شاهنامه. ارگ اما قسمت‌های دیگری داره که بسیار دیدنی و گفتنی است، مخصوصا این مسجدش. این مسجد جامع این ارگ و دژ بزرگ هستش در بخارا. چرا مسجد جامع؟ چون سه تا مسجد اینجا بوده. و چرا سه تا مسجد؟ چون نزدیک به 3000 نفر روزی در اینجا زندگی میکردن، خود خاندان سلطنتی اینجا و اقوامشون، درباریان، وزرا، ارتشیان، مقامات بالاشون و خانواده ها، گماشته ها و خدمتکارا. خلاصه کل اینجا شلوغ بوده، واسه همین سه تا مسجد و این بزرگترینش بوده. این رو زمان اشترخانیان می سازن،
یکی از سلسله های قدیم بخارا که سبک بسیار زیبایی داره میبینه و کنگره های این ستون ها. مسجدی هست دو فصله، یعنی هم داخل داره و هم ایوانش رو استفاده میکردن برای عبادت، و الان هم موزه هست از قرآن ها و اشیای نفیسی که در این ارگ جمع‌آوری شده. مثلا صدفی که روش آیه نوشته، من تا ندیده بودم، دست پنجه‌ای که اونجا می‌بینیم پنجتن و نوشته‌های روش، حتی این لوله‌هایی که توش دعا می‌ذاشتن برای موارد مختلف، من تا ندیدم که توش چه شکلی بوده، و میغدان، دواتدانی که اونجا هست بسیار زیباست، و این گوشه، این قفسه بسیار دیدنیه به خصوص برای من، چون من اینا رو سعی می‌کنم جمع کنم. بازوبندهاییه که توش قرآن بوده زمانی، حتی دوران اسلامی این شکلش باقی مونده و ما میتونیم بگیریم ببینیم، و اینجا قطیهاش هست و خود قرآنان رو من الان میتونم ببینم، قبلا ندیده بودم، که بسیار کوچیکه، به قطع داخل خود این قطیها ساختن، اینا رو بازو می‌بستن، و قرآن‌های بغلی خیلی ریزنقش، حتی اینها من معمولا گردنبندش رو دیدم تو جای مختلف، قوطی‌های کوچیک با سنگ‌های خیلی قیمتی، قرآن توش هم دارن، بسیار جالب، بسیار ریز، حتی اینا چاپی بودن. محراب این مسجد هستش. محراب هم کلمه فارسی قدیمه و از مهرکده ها میاد. این قسمت رو نگاه کنید، نگه داشتن که ببینید قبلا چه شکلی بوده پیش از مرمتش، یعنی واقعا اینجا رو این روز اول زیبا درست کردن، و اینا همه نقشه برجسته است، طلاکاری و رنگامیزی دوباره شده. آخرین امیر هم که ییلاقی رو ساخته به اسم ستاره ماه خاصه، اینجا رو آخرین مرمت‌هاش انجام میده، و سقف آینه کاریش هم کار ایشون هست، آینه‌هاش، و یک یادگاری از همون بانو ستاره ماه پر از ستاره های آینه کاری شده است که شبیه همون ییلاق آخرین امیر بخارا است. اکنون دیگر بخش های ارگ را ببینیم، بارگاه و اتاق‌ها و سالن های بزرگی که موزه شده است و تاریخ بخارا در آن ثبت شده است. این درگاه رنگین بارگاه امیر بخارا هستش، و خیلی جالبه وقتی میایین تو، اولین چیزی میبینید دیوار رو میبینید روبروتون. ما هم هر کاری کردیم نستینو بکنیم با میخزن سمی، یعنی نمیتونی جلو رو ببینی. به این میگن غلامگرد، که داستانش جالبه، و این به این معنی که ما ها غلام بودیم و امیر امیر، و به اینجا میگن بارگاه. اینجا جایی بوده که امیر، که همون معنی واقعا شاه منطقه رو میده، بار عام یا بار خاص میداده، یعنی یا وزراش رو میدیده، فرمانده ها رو میدیده، یا اینکه مردم میادن ملاقاتشون در مراسم خاصی، و تختش هم هنوز اونجا هست. البته اون صندلی ها مال دوره نیست بدون شک، و تمام اون چارچوب سنگی که اونجا میبینیم مال همون دوره است، و جای بسیار بزرگ و زیبا و فراخی و صدا خوب میپیشه. و حالا این غلامگرد جالبه، اینکه کسی اگه پادشاه میدن هم پشت بهش میکرده، این فیلمایی که میبینی نگاه میکرده بهش و بعد میرفته عقب عقب خیلی آروم، خیلی هم بعد میرفته، من بکنم یه شاید یه 3-4 دقیقه طول میکشه، چون من احترام هم میذاشته، اینقدر میرفته تا که بخوره به دیوار، اینجا میفهمیده که دیگه میتونه برگرده، و میرفته اینجوری و جوری پشتش رو میکرده که دیگه امیر پشت این آدم رو نبینه، اینجوری احترام میذاشن، اینجوری تشریفات باعث میشه که مردم فکر کنن
خدایانی دارن بهشون حکومت میکنن. و این قسمت هم که یک شیر علامتش هست و در چوبی داره، خزانه امیر بخارا بوده، میگن 30 متر در 30 متر و پر از طلا و نقره بوده اشیاء داخل اون. این هم از این داستان. این پارچه‌ای که اینجا آویختن بسیار دیدنی و جالبه، به خصوص این منظره رو نشون میده از بارگاه امیر، نظیر اتفاقی که در این بارگاه میافتاده. امیر می‌نشسته در تختی که 4 پایه داشته، اینجا پایاش از سنگ، اینجا از چوب بوده به احتمالی، و طاقی داشته. وزیرا و اشراف و کسانی که کار باش داشتن، اینا با ترس و لرز البته می اومدن به دیدارش. این قلاب دوزی هستش، ابریشم در ابریشم، و همسر آقایی که اینجا اینو میفروشه، آقای فخرالدین، رو بافتن. 1 سال طول کشیده و 3 سال پیش هم تموم شده. تخت سنگین امیر بخارا یا پادشاه یا شاه بخارا که زینت هایی هم داره، تزیین شده، از این پله ها میومد. حتی ما الان واقعا این فرصت داریم که این کار رو بکنیم. اون زمان فقط امیر حق چنین کاری داشته و تشریفات بسیار جدیشون مشخصه که مردم ازش خوب میترسیدن. انتها منظره جالبی رو میدیده امیر، همه چی خیلی قرینه است و اون درگاه رنگین روبروش هم بسیار زیبا بوده، چشم نواز بوده. این بالا که میشسته خیلی احساس حکومت با آدم دست میده. و این شاید تنها زمینی هست که اگه توش فوتبال بازی کنن، تیم بازنده میتونه بگه که زمین کجه. و حال ما برای پادشاهی ساخته نشدیم، پشیم بریم. ما غلامی این هست. این محبته که می‌بینیم کنار بارگاه، سلامخانه هستش. سلامخانه جایی بوده که هر روز 300-400 نفر می‌اومدن، وای می‌ستادن و امیر از خانه‌اش که اونجا بوده می‌اومده بیرون، بهشون سلام می‌کرده و روز شروع می‌شده. ولی الان موزه‌هایی هست و قفس‌هایی که بسیار دیدنی درباره تاریخ بخارا، که خوبه باش آشنا بشیم و بفهمیم که چه شد که این ارگ به پایان رسید و چه آغاز شد. اول بریم این موزه. این موزه برای ما خیلی جالبه چون ریشه های مردم این سرزمین رو به ما آشکار میکنه. در این قسمت می‌بینی که انسان نخستینی که اینجا زندگی می‌کرد مثل همه انسان‌های نخستین بوده. البته نوع خونه‌ها یا لونه‌هایی که داشتن با حصیر و غیره بوده اونجا زندگی می‌کردن، و دوران سنگ دیگه، پارین سنگی تا دوران صفار، شبیه همه منطقه‌هایی که ما بودیم. و این قسمت خیلی جالبه. این اشیاییه که در قبرهای زن‌های مختلف پیدا کردن و کنار هم گذاشتن. آینه، گردنبند، اعتقاداتی که داشتن، گوشواره، دستبند، انگشتر. مردم این قسمت بخارا و تمام این منطقه درست شبیه به بقیه مناطق اعتقاد به زندگی بعد از مرگ داشتن. به همین خاطر اگه کسی رو دفن میکردن، تمام اشیا باش دفن میکردن همراهش، در گور میذاشتن، همونجوری که مصری‌ها اعتقاد داشتن، چون میگن با اینها دوباره زنده میشه در دنیای دیگه و اینا رو استفاده خواهد کرد، که اینا مال زنها هستش و این رسما مال مردها، که وسایل جنگی، نوک پیکان‌ها و کمربند رو اینجا می‌بینیم. اینها دوران
پیش از تاریخه، دوران تاریخی که ثبت میشه و تدریج لباس ها میان و غیره، میبینیم که مردم شبیه همون مردم ما هستن، مردم ایران باستان، نژادن، زبان دقیقا یکی بوده و در ارتش های هخامنشیان هم مردم این قسمت بودن، کمی فرق داشته چهره شون. حتی مردمی هستن که تا نزدیک مغولستان امروز پخش بودن. در دروازه شرقی تخت جمشید نقش برجسته مردم این سرزمین ها رو هم میبینیم. در این نقش ها نیمرخ های متفاوتشون با چکمه هایی که هنوز در این کشورها مرسوم هست و شترهای دو کوهانه پرمویی که رام کرده و برای شاه شاهان در پارس آورده بودند. شترهایی که نشان این مردم شدند و بدون اونها شاید داد و ستدهای راه ابریشم غیر ممکن می بود. و اینجا هم بسیار قفسی با ارزشه، قسمتی از دیوار گچی کاخ ورخشا که تصور کن این شکلی بوده و در این کاخ سلسله بخار خودت زندگی میکردن و حکومت میکردن به منطقه بخارا. الان در 40 کیلومتری شمال غربی بخارا هستش. اینجا یک صحنه بسیار جالبی، یک آتشدان زرتشتی هستش و نکته‌ای که میگن، حتی ما نمیتونیم خوب ببینیم، پایین این آتشدان یک نقشی هست که نشون میده پادشاه روی یک شتر بالداری نشسته که به روایت‌های قدیم شتر بالدار نشان شهر بخارا است و تصور کنم برابر این یکی از سندیاتیه که بخارا زمان قبل از اسلام هم پادشاهی و حکومت خودش رو داشته. و مردم این سرزمین هم مثل ایران بعد از حمله یا یورش ارتش مسلمانان به ایران بزرگ اون زمان تغییر مذهب میدن، ولی 100 سال بعد این اتفاق میفته. گویا ارتش اسلام میاد تا نزدیک رود آمودریا و بعد هی شروع میکنن حمله های مختلفی کردن، گروگان میگیرن و در نهایت نزدیک به 200 سال بعد از اسلام این مردم اینجا مسلمان میشن و سلسله های مختلفی در اینجا حکومت. من حمام کرمولمن یوللارگا امیدوار وعدلر برگنیدی کلسه کرگ امیدوار مرحبا نگارم کلدل ربا نگارم سن کتدی. این بهش میگن شلاق رستم، تازیانه رستم، که تا مدت ها بالای درگاه همین ارگ یا این دژ بزرگ بخارا آویزون بوده، نماد عدالت و قدرت امیر بخارا بوده که منظورش این بوده هر کی با من در افتاد با این شلاق ور افتاد. این هم قفل درگاه و دروازه بزرگ اینجاست، قفل قدیمیشه که میبینید. پس از اشرخانیان منقطیان دیگه آخرین امیران بخارا بودند. پس از اینها دیگه بلشویک ها یا روس های کمونیست میان اینجا رو تصاحب میکنن، بم میذارن، منفجر میکنن، اینا فرار میکنن. این آخرین صحنه هایی بوده که آخرین امیر بخارا دید و اینجا رو ترک کرد. از بیرون پنجره این ارگ یا دش ما میتونیم خرابه هایی رو ببینیم و آجر هایی که تلی از خاکه. اینها اثرات بم گذاری بلشویک ها هستش. وقتی به این شهر اومدن همه چی رو ترکوندن، منفجر که از بین بردن و 80% این دژ و ارگ از بین رفت. درست این شکلیه و دیگه دوره جدیدی از بخارا شروع میشه، شهر بخارا که جزوی از اتحاد جماهیر شورویه. 28 سال پیش مستقل میشن و بخارا و سمرقند که شهرهای تاجیک زبان و تاجیک نژاد بودن جزو مرزهای ازبکستان میشه. یادگارهای موزه خیلی دیدنیه. این یکی از درباریان هستش، چقدر لباس زیباییه. در همین ارگ عکس برداری شده و هدیه دولت هلند بوده به امیر بخارا و زمستون هم عکس برداری شده، این برف دور و عکس رنگیه.
حالا داستانش رو بهتون میگم. و این هم عکس رنگی امیر بخارا، امیر سید عالم خان هستش. در اون روزها و ماهای حکومتش 9 سال بیشتر حکومت نکرد. این عکس‌های رنگی رو پروکودین گورسکی گرفته. لهجه رو درست بگین، گورسکی. عکس هم سال 1290 خورشیدی گرفته شده، 1911. کاری که میکرده عکس‌ها رو قدیما فقط مثبت و منفی چاپ میکردن، این 3 تا رنگ اصلی رو هم بهشون میتابونده یا یک کاری میکرده یا از 3 رنگ اصلی هم همزمان بشه و عکس‌های رنگی بسیار زیبایی گرفته. یک کتاب عکس ازش هست و بعد از اون دیگه کسی عکس رنگی نگرفت تا 10 سال بعد. و این هم تخت همین امیر آخر بخارا هستش که چون روسیه و خارج دیده بوده دیگه به تخت پادشاهی اعتقاد نداشته، بلکه صندلی کرسی حکومتش رو ترک کرده و میگن که این رو روس‌ها بهش هدیه دادن به سبک روسیه. این تختی که میبین تخت پادشاهیش به قول معروف از چوب و طلا و مخمل. این هم یکی از خلعت‌های ایشون هستش که میبینید. خب زندگی خیلی مرفه داشتن و بی‌نهایت فربه بودن. پهنایشون میشه و پاشنه کفششون. این قسمت در مورد درویشان هستش. درویشان نقشبندی در بخارا بسیار قدرت دارن و یک مرکز و خانقاهی هم دارن. حتی خانقاهی در وسط بخارا هستش و این هم وسایل درویشی هست. کشکول، بوغ، خیک که نمیدونم کجا آمده و لباس درویش این قسمت از دنیا. اما در این گوشه، در اینجا به این ساز که شبیه به ستار دست بلندی هست میگن تنبور، نغاره و قژک. که قژک خیلی جالبه، انگار کمونچه است با قسمت پایینی یک ساز دیگه قاطی شده که میگن مخترع این قژک ابن سینا بوده. بسیار جالب. اینجا که از دیدنی های این ارگ بخاراست. این برقه یا پوشش درگاه خانه کعبه هستش که انگار هر سال اینو عوض میکنن و مصری ها هم میبافن و تمامش میکنن. جنس اصلیش اون رنگ سیاهی که میبینین از وسط سخنرانی نگهبان موزه در قفل کرد که بره. خوشبختانه ما فوری مچی گرفتیم. پارچه اصلیش نمد هستش و بعد ضربافی روش کردند. بسیار جمعه تارا از این فاصله هیچ وقت نهیده بودنش و نمیدونستم که هر سال مصری ها یه دونش رو درست میکنن میذارن و بعد اینو هدیه میدن به یک کسی یا دولتی در دنیا. یکی از اون سالها قرعه بخت به امیر بخارا افتاده بود. اما بازگردیم به افسانه و شاید واقعیت سیاوش یا سیاوخش، یعنی دارنده اسب نر سیاه، فرزند کیکاووس، زاده زابلستان که در ایران باستان شخصیتی الهی داشته. جوان زیبارویی که در کتاب بندهش اوستا از عشق آتشین شهبانوی آن زمان سودابه رنج برده، که داستان شبیه به داستان یوسف و زلیخای قرآن با همون درس عبرت. فقط در این نمونه سیاوش برای اثبات بیگناهیش پیروزمندانه از آزمایش آتش میگذره و از دید مردم بخارا دلگیر شدنش از این عشق دلخراش بوده که باعث میشه دعوت افراسیاب رو راحت قبول کنه به بخارا بیاد و ارگ رو بسازه که همون سیاوشگرد هستش. البته گروهی جای اون رو در دارابگرد فارس و گروهی هم جای اون بنا رو در زابل میدونن. اما همه یک دلند که سیاوش ناجوان مردانه بیرون سیاوشگرد کشته شد. داستان دلخراشی که در مراسم سوگ سیاوش هنوز در روستاهایی به یاد آورده میشه و تا چندی پیش هم در همین بخارا نوروزها اجرا میشده.
چرا که نوروز زمان فراخواندن فروهر نیاکان یا روح درگذشتگان از آسمان به زمینه. به همین خاطر در سوگ سیاوش نوروزها فروهر سیاوش یا روان بالدارش رو به خانه خودش دعوت میکردن تا با مردمش روز نورو جشن بگیره. اومدیم به یک پارک سرسبز خرمی در بخارا با آقای قالب قربانوف ملاقات کردیم تو پارک. ایشون از کارشناسان و تاریخدانان ازبکستان هستن و فارسی زبانن. در مورد سوگ سیاوش یا کین سیاوش که میگن زمان نوروز مراسمی رو در اون برگزار میکردن براش، یک خاطری دارن. بله. چی هستش؟ بله، من یک کودکی بودم، 9 ساله 10 ساله سین. یک سرای بود عقب خانه ما. بله. در آن سرای هر جمعه پیرمردان می آمدن از ولایت بخارا که با مسجد می رفتن نماز، با نماز جمعه. و یک روز یک پیرمرد آمده بود و یک صدای آهنگ را با من بگفت و این آهنگی که خیلی مشهور شد. بله. و من پرسیده بودم که بچه بودم، من پرسیدم که چه معنا دارد این آهنگ. گفته دادن که یک روز که سیاوش می آید بر بخارا. بله. و می خواهد صید کند، یه شکار می خواست بکنه، شکار می کرد. بله. و می خواست که در اینجا یک قصر بسازد. بله. و وقتی که می ساخت آن قصر فرو می رفت. بله. برای که همه جای آب بود. بله. ولی یک روز اشترش حامله دار بود و اشترش در بلندی رفته زایمان می کنه. بله. اون رو دیده با مهندسان خودش صحبت می کند و می گوید که شاید شما این قصر را، حصار را با بلندی سازیتان، این قصر را برپا می کند. و ولی که اون بعد از کشتن افراسیاب سیاوش را در یک دروازه درب هوریان می گفتن، در آنجا قبرشان هوریان بهشتی بله هوریان می گفتن و در آنجا دفن کردن. بله. سیاوش را. و هر از نوروز، روز نوروز که آفتاب بلند میشه، امپروس رو سر میبرن، سر میبردن و خونش رو میبرن. بله. ولی اون آهنگ رو میخوندن، آهنگش که این آهنگ خوندن. بله. اشتر موند، بچه موند در بلندیه، پایای اشتر خورکندیه، اولا مرغک بله، بیچاره مرغک بله، برای که مرغکی که سرش رو بله. ولی من فکر میکنم که این آهنگ با آهنگ که کینه سیاوش، کینه سیاوش. بله. از کینه سیاوش برای اینکه در سال 1972 یک آهنگساز بخارایی ربی آن کس آهنگ ساختن و در موسکو آن آهنگ را گفتن. خوندن. خیلی جالب. پس در این آهنگ هم یادی از اون شطور کردن که الهام بخشید به سیاوش که قصر بسازه، و هم یادی میکنن خروس بیچاره که باید سر بریده بشه مثل سیاوش. سیاوش. من داستانش بردشون تو تاریخ دانشم. خیلی جالب. خیلی متشکرم از شما. سپاس. ببینیم.